بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد نبی الرحمه المبعوث للعالمین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز باز در مورد امیدوار بودن به رحمت خدا صحبت میکنیم. بحث ما هم از کتاب ریاض الصالحین هست، احادیثی که در مورد عظمت و بزرگی رحمت الله سبحانه و تعالی اومده که رحمت خداوند در برگیرنده همه چیز هست. رحمت خدا اصل هست و بدین خاطر خداوند خود را رحمان و رحیم معرفی فرمودند. حدیث رو ابتداعاً با هم ببینیم و بعد به درس هایی که میشه از احادیث، از این احادیث گرفت، با هم به آن میپردازیم. حدیث رو با هم دیگه ببینیم. و عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول جعل الله الرحمة 100 جزء. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند رحمت را 100 قسمت قرار دادند. فامسك عنده 99، 99 آن را در نزد خود گذاشتند. و انزل فی الارض جزءا واحدا، و یک صدم را در زمین قرار دادند. 99 قسمت و 99 صدمش رو در نزد خودشون هست، یک صدمش رو در زمین قرار دادند. میگه همین یک قسمت هم دقت کنید که در بین مخلوقات کلن قرار داده شده. فمن ذلک الجزء یتراحم الخلائق، از همین یک جزء، یک صدم، مخلوقات به همدیگه رحم دارند. حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبه، و حیوان هم سم خود را از فرزندش دور میکنه که مبادا به فرزند خودش اذیتی برسونه. در روایت دیگه میفرمان که ان لله تعالی 100 رحمه، خداوند 100 رحمت دارند. انزل منها رحمه واحده بین الجن والانس والبهائم والهوام، یک صدم آن را در بین جن و انس و حیوانات، کل مخلوقات قرار دادند، مخلوقاتی که دارای روح هستند. فبها یتعاطفون و بها یتراحمون، که به واسطه همین یک قسمتی به همدیگه لطف میکنند، رحمتی دارند. و بها تعطف الوحش على ولدها، و با همین یک صدم هست که حیوانات وحشی نسبت به فرزندان خودشون رحیم هستند. و اخر الله تعالی 99 رحمتا یرحم بها عباده یوم القیامه، 99 صدم و 99 قسمت را خداوند برای بندگان مؤمن خودش در روز قیامت قرار دادند، برای بندگانشون در روز قیامت قرار دادند. به روایت امام بخاری و مسلم هست. روایت امام مسلم هست، از روایت سلمان فارسی هم به همین مضمون هست که 99 تا برای روز قیامت هست. در روایت دیگه، در روایت صحیح دیگه هست که خداوند زمانی که آسمان ها و زمین را آفریدند رحمت را 100 درجه قرار دادند. هر رحمتی به پوری آسمان ها و زمین هست، به پوری ما بین آسمان و زمین، یعنی این یک درجه رحمت هست، به پوری آسمان، ما بین آسمان و زمین. این یک، هر درجه ایش حساب کنید وقتی که 100 درجه باشه چقدر، چه رحمت بزرگی است. و می فرمان که همین یک رحمت هست که مادر نسبت به فرزندش مهربان هست، و همچنین پرندگان و حیوانات وحشی همه با این یک رحمت همدیگه مورد رحمت قرار میدهند. فاذا کان یوم القیامه
یوم القیامتی اکملها به هاد رحمه. دیگه روز قیامت رحمتش رو کامل میکنن و خاص بندگانش، بندگان مؤمن قرار میدن. خب حالا بحث اینجاست که بحث رحمت هست، ذاتی که پر از رحمت هست. دقت کنید خداوند هرگاه خود را معرفی میفرماند که ذاتشون ذات رحمت هست. مثلا میفرماند که نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم اعلان کن، خبرشون بده که من بسیار آمرزنده و بسیار مهربان و مهرورز هستم. صفت ذاتش هست، ذاتن خداوند غفور هست، ذاتن خداوند رحیم هست. اما وقتی که بحث از عذاب خدا می فرمان، نمی فرمان که عذاب، من ذاتن عذاب هستم، نه، عذاب صفت فعل هست به خاطر نافرمانی بندگان و استفاده نادرست از رحمت خدا، از نعمتهای خدا. خدا آنها را معاقبت میکنه، مجازات میکنه، عقاب داره. و ان عذابی هو العذاب العلیم، و اینکه عذابم عذاب دردناکی است. اونجا فرمان که انا الغفور الرحیم، نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. دقت میفرمایید تعبیر آیه چگونه است؟ به بندگانم بگو که من، که همانا من غفور رحیم هستم، من این ذاتش. اما صحبت از عذاب که میشه میگه و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب من عذاب دردناکی است، نه اینکه عذاب از ذات خدا نیست، صفت فعل گفته میشود. پس رحمت از صفت ذاتی الله سبحانه و تعالی است. هر رکعت نماز میخونیم الرحمن الرحیم، ابتدای هر سوره جز سوره توبه میخونیم که بسم الله الرحمن الرحیم، همش با صحبت از رحمت خداست، صحبت از رحیم بودن خدا، ذاتی که پر از مهر و محبت است و نسبت به مخلوقاتش هم مهربان هست. رحمان صفت ذاتیش و دائمی است، رحیم صفتی است که هی متجدد میشه، همیشه هست، تموم نمیشه، در برخورد با ما هم بر اساس این رحمت هست. این خدای ماست، این معبود ما این صفت داره، رحمان و رحیم هست. حالا موضوعاتی که در اینجا ما مورد بحث قرار میدیم، اولین موضوع در مورد اینه که خب بندگان هم رحیم هستند و به این صفت، این صفت دارند بندگان خدا. خداوند پیامبرش رو رحیم قرار دادن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نسبت میان انسان رحیمی است. خب آیا در اینجا بس توصیف شدن بندگان با توصیف شدن خدا به رحمت، هر کدام شایسته خودش هست؟ یعنی رحمتی که شایسته ذات الله است و رحمتی هم که شایسته حال ما انسان هاست، همون گونه که ذات الله سبحانه و تعالی شبیه ذات ما نیست، پس رحمت خدا هم شبیه رحمت ما نیست. خالق ذاتی داره، ما هم یک ذاتی داریم، نه ذات ما مثل ذات خداست و نه صفات ما مثل صفات خداست. برای توضیح بیشتر دقت کنیم، یعنی بشر تو برنامه قبل هم گفتیم کی دچار این انحرافات میشه؟ زمانی که خدا را تشبیه خودش میکنه، خودش رو معیار و میزان قرار میده و میخواهد بر اساس آنچه که خودش هست جهان را
اونگونه تصور کند. همه چیزو میخواد بر اساس آنچه که خودش هست بر آن حکم کند. اشتباه در اینجاست دیگه، گمراهی در اینجاست. دقت کنید، تفاوتی که در بین مخلوقات فراوان هست، تفاوتی در ذاتشون هست. وقتی که اینگونه در بین مخلوقات هست، آیا در بین خالق و مخلوق پیش نمیاد؟ بگیم دو سه تا مثال میزنیم. مثال اول، وقتی بحث مثلا میگیم صورت، انسان یه صورتی داره، بعد باقی مخلوقات هم یک صورتی دارن دیگه. شما هر مخلوقی نگاه کنید، خب صورت داره. از مورچه بگیرید، موش بگیرید، فیل باشه، اسب باشه، شتر باشه، حیوانات درنده باشه، پرندگان باشن، بالاخره همه چهره دارن، صورت دارن. اما آیا چهره انسان شبیه چهره مثلا مورچه هست؟ میگیم نه. آیا چهره انسان مثلا مثل چهره حیوانات دریایی میشه؟ نه، نمیشه. وقتی صحبت از پا میشه، پای انسان، خب هر کدام یه پایی دارن، هر مخلوقی پایی مناسب خودش داره. مشترک در چیه؟ در اسم، در پا. پس وقتی که در بین مخلوقات این تفاوت وجود داره و ما نمیتونیم حتی اگه بخوایم تو ذهنیت خودمون، اگه ندیده بودیم، اگه این مخلوقات رو ندیده بودیم و خواسته بودیم که بیایم حکم کنیم، خب حتما می اومدیم اون تصوری که از خودمون داریم در مورد باقی مخلوقات هم قرار میدادیم. اما چون باقی مخلوقات رو میبینیم، اینجا دیگه میگیم که نه، اون چهره خاص خودش داره. خب دست حیوانات تا پای حیوانات خب با انسان فرق میکنه، همه چیز فرق میکنه. اینجاست که بایستی اینو بدونیم که ما الله را ندیدیم، ذاتیست که ندیدیمش، پس نمیتونیم تخیلش کنیم، تصورش نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم برای صفات خدا و ذات خدا کیفیت رو بیاریم. این یک قضیه. یعنی هر ذاتی متناسب با خودشه، ما صفاتی داریم متناسب با خودمون هست. الله سبحانه وتعالی هم یک ذاتی است، صفاتش متناسبه با اوست. همینطور که نمیتونیم ذات خدا براش کیفیت بیاریم، برای صفات خدا هم نمیتونیم کیفیتش رو مشخص کنیم. نمیتونیم دیگه. ذات خدا رو ندیدیم. یک ذاتی هست، ندیدیم. کیفیت هم نمیتونیم بگیم چگونه هست، پس صفاتش هم ما نمیتونیم که چگونه هست. این یک مسئله. موضوع دوم در این حدیث اینه که وقتی که در حدیث میفرمان که خداوند رحمت و صد قسمت قرار دادن، یک صدومش رو در زمین قرار دادن، یعنی ذات خدا الان ذات پر از مهر و محبت هست. وقتی که دید ما و شناخت ما از خدا این است که خداوند رحمان هست، بسیار مهر و محبت داره، تأثیری که الان باید در فکر و ذهن و حرکات و گفتار ما بذاره، اینجا مهم هست. این احادیث میخواد اینو به ما یاد بده که رحمت خدا خیلی واسع هست، خیلی زیاد هست. ذات خدا ذات مهر و محبت هست. اینجاست که انسان میتونه متناسب با حالتی که داره
به رحمت خدا امیدوار باشد، در هر حالتی که هست همیشه به رحمت خدا امید داشته باشد. البته امید دروغی نمیگیم، امیدی که واقعا بر اساس فکر درست باشه و عمل همراهم باشه. مثلا کسی که گناهکار هست، اشتباهات کرده، کوتاهی کرده، به خودش ظلم کرده، بندگی خوبی نداشته، نسبت بندگان خدا بد بوده، ناامید از رحمت خدا نشود، توبه کند، خداوند میبخشد. دقت کنید، اقول لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اونایی که در حق خودشون زیاده روی کردن بهشون بگو، خبرشون بده، بگید وظیفه ما همه به انسان و گناهکار بگیم، ناامیدش نکنیم از رحمت خدا. هر اندازه هم گناه کرده باشی، در خدا روی تو باز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی کسی میفرستاد به عنوان دعوتگر به جاهای دیگه، به شهرها، به قبائل، میفرستاد که بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، بشارت بدید، مردم به رحمت خدا امیدوار کنید. گناهکار هست، اشتباه کرده، ناامیدش نکنیم، اون از خدا دورش نکنیم، ما هم سببی نشیم برای دور کردن اون فرد از خدا. بر خودش اسراف کرده، گناه کرده، شیطان گمراهش کرده، پیرو هوا هوس نفسش شده، ما هم الان بشیم سببی برای گمراه کردن بیشتر او، ناامید کردن او از رحمت خدا که در یک گناه کبیره واقع بشیم، سبب حرکت دیگران بشیم، دیگران رو امیدوار کنیم به رحمت خدا که خدا گناه تو میبخشه، تو توبه کن، بازگرد به سوی خدا، در خدا روی تو باز هست، هر اندازه هم که اشتباه کرده باشی، تو که از خدا بزرگتر نیستی، اعمالت هم از اعمال خدا بیشتر نیست، از رحمت خدا، گناهانت که از رحمت خدا بیشتر نیست، تو چی هستی مگر؟ انسانی، اشتباهی کردی، حالا برگرد به سوی خدا، اصلاح کن نفس خودتو، توبه کن، دست بکش از بدی ها، خدا توبه تو میپذیره. دقت کنید، تعبیر آیه خیلی زیباست، قل لعبادی الذین اسرفوا، به اونهایی که بر خودشون اسراف کردن برید بهشون بگید، بهشون ابلاغ کنید، اونها رو ترک نکنید، برید به طرفشون. پس ما باید بریم به طرف کسی که اشتباه کرده، نگیم من چه کارش دارم، بعد و بیرا هم بهش بگیم، بلکه خیرخواه باشیم، محب مردم باشیم، مردم رو دوست داشته باشیم، که سعی کنیم مثل یک بیمار، مثل یک پزشک، پزشکی که واقعا احساس مسئولیت میکنه، دوست داره بیمار شفا پیدا کند، تمام سعی کوشش خودش رو میکنه، این گونه باشیم. بایستی رفت، حالا فرق هست البته، بیمار یه وقتی میره پیش دکتر، ولی خیلی وقت هاست که انسانی که غرق در گناه هست نمیره به طرف کسی که دکتر روحی باشه، به طرف یک فردی که اهل دین باشه، یک عالم، یک دعوتگری. اینجاست که دعوتگر باید بره به سوی اونها. بدین خاطر خدا فرق که ما همیشه پیامبران میفرستانیم، ما میفرستادیم که مردم رو دعوت کنیم به سوی خودمان. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما میفرستادیم، چون که مردم خیال میکنن که نه، کارشون درست هست، بیماری نداره، خیلی حالش خوب هست، ما میفرستادیم. اینجاست که علما و دعوتگران، اهل دین، اهل خیر، باید خودشون برن به طرف این کسانی که بیماری های قلبی دارن، بیمار هستن، نمیدونن هم بیمار هستن، گناه میکنه، نمیدونه گناه میکنه، یا اینکه ناامید شده از رحمت خدا. بریم بهش بگیم که ناامید نشو از رحمت خدا، با اونها باشیم، با رفتار، با گفتارمون، با اخلاق خوب، با امیدوار کردن به رحمت خدا اونو برش گردونیم به سوی خدا. انسان وارد در بحث مراعات رحمت خدا، در نظر گرفتن رحمت خدا و امیدوار بودن به رحمت خدا، انسان زمانی که در
مرگ هست، در سکرات مرگ هست، بایستی امید به رحمت خدا داشته باشه، بایستی امیدوار باشه در اون لحظه، خدایا من به رحمت تو امیدوارم، خدایا گناهان منو ببخش، اشتباه کردم، خدا تو ارحم الراحمین هستی. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. هیچ کس از شما نباید بمیرد مگر اینکه در حالی که امیدوار به رحمت خداست، گمان خوب به خدا داره که خدا او را میبخشد. تو چگونه میری به سوی خدا؟ اونگونه خواهی یافت. یعنی انسان این میاد، یعنی مراحل زندگی، وقتی که رسول الله فرمود که نمیرید مگر در این حالت، یعنی اینکه بایستی دوام بر این حالت داشته باشیم که انسان همیشه به رحمت خدا امیدوار باشه و به ویژه زمانی که در سکرات هست اونجا امیدوار بیشتر باشه به رحمت خدا، که خدا منو میبخشد، رحمت خدا زیاد هست، خدایا تو ارحم الراحمین هستی. پس در اون لحظات مرگ انسان بایستی گمان خوب به خدا داشته. چه کسی این گمان خوب خواهد داشت؟ کسی که در طول زندگیش هم گمان خوب به خدا داشته. وقتی خداوند فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آنگونه که شایسته مقام خداست از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید. بعد چی فرمودند؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان هستید. این خب این امری که تو همیشه بایستی بر اسلام باشی که اجلت فرا رسید تو بر اسلام بمیری. اینجا هم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انسان امیدوار باشد به رحمت خدا در هنگام مرگ، یعنی که همیشه در طول زندگیت بایستی امیدوار به رحمت خدا باشی و به ویژه در الان که دیگه داری میمیری، این امیدت باید به خدا زیاد باشه که خدا تو رو میبخشد، رحمت خدا زیاد هست، امیدوار میشه. همچنین وقتی که انسان به یک بیماری مبتلا میشه، امکان داره بیماری لا علاج باشه، سرطان باشه الان که کرونا هست، یا هر بیماری که امکان داره دنیا تو چشمان سیاه میشه، هیچی، تموم، همه چیز تموم شده میبیند. اینجاست که بایستی رحمت خدا را بیاد داشته باشه. اینجا موقعی این بیماری که انسان دیگه از همه چیز قطع امید کرده، حتی پزشکا ناامیدش کردن، در این بیماری سختی که انسان به آن مبتلا میشه، به خصوص کرونا، بعضی به شدت اونها را مورد اذیت و آزار قرار میده، امیدوار بودن به رحمت خدا در اینجاست که به رحمت خدا اینجا باید انسان امیدوار باشد. بدونیم که خداوند در مورد بندگانش حتی از مادر نسبت به فرزند هم مهربان تر هست. خداوند نسبت به بندگانش، کسی که رحمت و صد جز قرار ده، اوست که آفریدگار این رحمت هست، اوست که این رحمت را در قلب مادر قرار داده. پس خداوند از زوجل خیلی رحیم در هست نسبت به ما از مادران ما. و انسانی که مؤمن هست اینجا باید منتظر فرج خدا باشه که علاج خواهد اومد، بدونه که سبب بخشیده شدن گناهانش میشه، سبب رفع درجاتش میشه. خدا اگر اونو به این بیماری مبتلا کرده، نه این است که از او بدش میاد، بلکه خداوند بنده مؤمنش رو بدین وسیله داره پاک میکنه. آیه خیلی زیبایی است که همیشه باید بیاد داشته باشیم، سوره آل عمران هست، بعد از غزوه احزاب هست، غزوه احد هست، که خداوند میفرماند که بعد از این جراحاتی که بر اصحاب رسول الله
صلی الله علیه و سلم وارد شد، زخم هایی که به اونها رسید و کشته ای که دادن، 70 شهید دادن، خداوند بعد فرمود که ان تکون و تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگه شما درد میکشید اونها هم درد میکشن، فرق نمیکنه. اما یه فرق کجاست؟ شما درد کشیدید، زخم برداشتید، اونها هم زخم های برداشتن، اما فرق شما با اونها در چیه؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، امیدی که شما از خدا دارید اونها ندارن. شما به رحمت خدا امیدوار هستید. شما میدونید که قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. ما یا پیروز میشیم یا شهید میشیم، هر دو خوبیست، اما شما چی؟ عذاب از طرف ما یا از طرف خدا؟ هر نحوی عذابی که به شما وارد میشود. پس فرق انسان مؤمن در اینجاست. و بیاد داشته باشه که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن هر مصیبتی که به انسان مؤمن میرسد، حتی اون ناراحتی، هم و غمی که به انسان دست میدهد، تا چه برسه بیماری ها، سختی هایی که به انسان دست میده، خستگی که به انسان دست میدهد، انسان مؤمن خسته میشه، کار میکند، تلاش میکند. اون خانومی که در خونه کار میکنه خسته میشه، اون کارگری که کار میکنه خسته میشه، اون کارمندی که کار میکنه خسته میشه. همه ما خستگی داریم. انسانی که مؤمن هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که این خستگی او سبب تکفیر گناهان، رفع درجات میشه. خاری که تو پاش هم میره، انسان مؤمن براش رفع درجات هست، تکفیر سیئات. دقت کنید، امیدوار بودن به رحمت خدا که هیچ چیزی از کار انسان زایه نمیشه. سختی هم که به تو برسه، چون ایمان به الله داری، زایه نمیشه. مصیبتی که در مالت به تو میرسه، در فرزندت، مصیبتی در خودت، اینو ما به عنوان از دید رحمت خدا نگاه کنیم. مصیبتی به ما مثل این کار در خیلی سنگین باشه برای ما، چرا بایستی انسان به خدا اعتراض کند یا نعوذ بالله بد بگوید؟ اگه من به خدا چی کار کردم؟ خدا میگه من چی میخواد؟ من که کوتاهی نکردم، من که نمازامو میخوندم، من که منت میذاره بر سر خدا، چیزهایی که میگوید، اعتراضی که میذاره، بدبینی که نسبت به خدا داره. اینها شایسته کسی که ایمان به الله که رحمان رحیم هست نیست، شایسته اون نیست. خدا خب تو مصیبتی به تو رسیده، این مصیبت هم همیشه خداوند میفرماند که ما اصابک من سیئت فمن نفسک، بدی که به تو برسه از خودت هست، خودت سبب شدی. و تو زندگیمون نگاه کنیم، والله همیشه خودمون واقعا دقت کنیم، مصیبت هایی که به ما میرسه سببش خودمون بودیم، اشتباه کردیم، متوجه نبودیم، دقت نکردیم. خب همین اشتباهاتی که خود ما کردیم و ضربه‌ای به خودمون زدیم، بدی به خودمون رسوندیم، باز هم خدا این سبب رفع درجات، تکفیر سیئاتت قرار میده. این از رحمت خدا نیست؟ میگه به خودت برگرد، این اشتباه از خودت بوده، دیگری که متهم نکن. خب مواظب باش، دقت کن و بعد ناراحت نشو، خودتو سرزنش نکن، به خودت بد نگو، از خودت بدت نیاد. خدا اینها رو سبب رحمتی قرار میده، تو رو مورد رحمتش قرار داده، گناهتو بخشیده، رفع درجات بهت میده. دقیقا چه دینی، چه خدایی ما داریم، چه معبودی داریم که اینگونه رحمان و رحیم هست، ارحم و راحمین، که حتی اشتباهاتی که ما در حق خودمون داریم مرتکب میشیم، بعدی که ما به خودمون هم کردیم،
ندانسته باعث رنجش خاطر ما شده، خدا میفرماند که سبب رفع درجات میشه، گناهانت میبخشم. ارتباط رو همیشه دقت کنید در اینجا ما باید با خدا حفظ کنیم. پس خدا نمیخواد که با این ابتلایی که بدی که به ما میرسد ما را هلاک کند، یا میخواد ما را شکنجه بدهد، خوشش میاد، نه. خداوند میفرماند که و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. همه اینها برای بازگشتن انسان هست، بازگردیم به سوی خدا. دست قدرت مطلق خدا در جهان ببینیم، همه کار بودن او در جهان هستی ببینیم، به سوی او برگردیم. لعلهم یرجعون، تا اینکه برگردند. همه خوبی ها بدی ها میگه ما در اختیار شما قرار میدیم، به تو خوبی میرسه، به تو بدی میرسه، یه هدفی هست پشتش که ما برگردیم به سوی خدا. خوبی به تو رسید، اونجا خدا رو بیاد داشته باش. بدی به تو رسید، خدا رو بیاد داشته باش. به هر حالت همیشه انسان به سوی خدا بازگردد. همین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقیقتا شرح این حدیث، این آیه هست که میفرمان که امر انسان مؤمن همیشه خوب هست. عجیب هست انسان مؤمن، بدی بهش برسه صبر میکند، خوشی برسد شکر میکند. هر حال بازگشت به سوی خداش خداست، چه این شکر و چه صبر. زندگی هم خالی از این نیست، یا خوشیست یا بدی هاست. در هر حالت هم ما به سوی خدا باز میگردیم، خوشی رسید شکرش میکنیم، یعنی از خدا میبینیم، طغیان نمیکنیم. بدی رسید، سختی رسید، صبر میکنیم، از خدا میبینیم، صبر میکنیم، از خدا تقاضای فرج میکنیم. این صفت انسان مؤمن هست. پس وقتی صحبت از این رحمت میشود، اولا که خداوند داره خودش رو معرفی میکنه و بعد ما را امیدوار میکند به رحمت خدا. ناامید نشیم. و این که آنچه که از رحمت هست در جهان هستی، در بین انسانها، اون انسانی که مؤمن هست چه انسانی که کافر هست، همه نسبت به فرزند خودش، به همسر خودش یک مهر و محبت داره. اینها همه از این رحمتی است که خدا در بین انسانها قرار داده. در بین جنیان، در بین پرندگان، خزندگان، چرندگان، هر چی که باشه، این رحمتی که هست خداوند در بین بندگان قرار داده، مخلوقاتش قرار داده. در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم می‌فرماند که عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له. انسان مؤمن عجیب هست، به خاطر ایمانش، دقت کنید، انسان مؤمن به خاطر ایمانش هر چی خدا براش مقدر کنه براش خیر هست. چرا؟ چیزی که دوست داره خب شکر میکنه، اون چیزی هم که بدش میاد صبر میکنه، به هر حالت براش خیر هست. چه خوشی ها چه سختی ها، همه براش خیر هست، براش خوب هست. تسلیم خداست، جزع فزع نمی کنه. مؤمن، عجبا للمؤمن لا یقضی الله له قضاء. خدا هیچ قضایی هیچ حکمی برای او نمی کنه، چه خیر باشه در مورد من و چه شر در مورد من باشه. اما خروجیش چی میگه؟ که همش خیر هست. هر حکم میکنه خدا برای بنده مؤمنش براش خیر هست. مؤمن کسی که تسلیم خداست، این مهم هست، بدونیم که تسلیم شدن برای امر خدا. چرا که حقیقتا خیلی چیزا هست از ما پنهان هست. یه چیزی امکان داره در ظاهر عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چیزی دوست دارید اما شر هست برای ما. یه چیزایی است که دوست هم نداریم اما درش خیر هست، اما خیر هست. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقتی بسای چیزایی بدتون میاد اما خدا درش خیر
زیادی قرار داده. این کجا اینو فرموده؟ در سیاق اختلاف زن و شوهر هست. مرد از همسرش خوشش نمیاد، خدا میگه که حالا اگه خوشت نیومد قرار نشد که فوری طلاقش بدی، چه بسا خدا در این همسرت خیر زیادی قرار بده. تو از یک زاویه نگاه نکن، از یک زاویه نگاه نکن. حالا من خوشم نیومد، این زن میتونه یک زن، یک مادر خیلی خوبی بشه، فرزندان خوبی تربیت کنه، انسانهای صالحی به جامعه بدهد، میتونه یک زنی باشه که خونه تو اداره کنه، آبرو حیثیت تو حفظ کنه، سربلندت کنه. اداره خونه که ساده نیست، خیر زیاد خدا درش قرار میده. در راستای این آیه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که لا یفرک مؤمن مؤمنا، بغض شدید نداشته باشه. بعد میفرمان که اگر از یک اخلاقش بعدش اومد، اخلاقهای زیاد خوبی دیگه داره. از یک زاویه پس میگه نگاه نکن. ما هم در مصیبتهایی که به ما میرسه از یک زاویه نگاه نکنیم، هم که بگیم آه بده. نگاه کنید که چه چیزهای خیلی دیگه توش هست. خیلی چیزها دوست داریم بهش برسیم، چقدر تلاش میکنیم، ای ور او ور رو بزن سعی و تلاش میکنیم، ناراحت میشیم، نشود، امکان داره از دوستمون، از خویشاوندمون ناراحت بشیم که چرا اینجا با من نبودن، پشت من نایستادن، با من همراهی نکردن، کمکم نکردن. اما که چه بسا خیر باشه، تو سعی تلاش تو کردی، شد شد، نشد، اینو بذار به عهده خدا دیگه. توکل بر خدا همین هست، واگذار کردن امور به خدا این هست. اینجاست که ما دیگه باید بدونیم که خدا بر هر چیز قادر هست، تواناست. خدا میداند، ما نمیدونیم. توی دعای استخاره همینو میخونیم که خدا تو میدونی من نمیدونم، تو میتونی من نمیتونم. اینجاست که امور همه کلن به خدا واگذار میکنیم، اعتراف میکنیم به اینکه ما نمیدونیم، اینکه نمیتونیم. خدایا تو میدونی، تو میتونی. اینو باید ما تو زندگیمون داشته باشیم. مصیبت هایی که به ما میرسه، سختی هایی که به ما میرسه، چیزهایی که دوست داریم بهش برسیم بهش نمیرسیم، اینو از رحمت خدا بدونیم. خیری توش بوده که نشده. امکان داره در چند قدمی آن هدفتون رسیده باشید، بعد میسر نمیشه. چقدر برای انسان ناراحت کننده هست، غصه میخورد، چه بسا بیمار میشن افرادی. اما کسی که ایمان داره در اینجا تسلیم میشه دیگه، خواست خدا بوده، خیریت توش هست. چه بسا این اگه هدف این چیزی که من بوده میخواستم بهش دست بیابم درش خیری نباشه، بلای جانم، بلای ایمانم، بلای اخلاقم، بلای زندگیم بشه، انسان نمیدونه. خدا نسبت به ما از خودمون مهربان‌تر هست، رحیم‌تر هست. منی که مؤمن هستم، به خدا ایمان دارم، من اینو میدونم که خداوند نسبت به بندگانشون این گونه هستند. خب تماس ها وصل شد. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب حسینی، جلسه گذشته من در رابطه با قدرت تکوینی و تصرف در نظام عصبی یک مورد رو از ابن تیمیه خوندم که میتونه اولیای الهی احیای موتا داشته باشه و مرده رو زنده کنه، و شما ظاهرا تدلیس کردید، میبخشید و دروغ گفتید و گفتید که این دعا کرده. لطف کنید همین عبارت دعا رو تو اون متن نشون بدید، و این که ابن تیمیه گفته تدبیر العالم رو در مجموع فتاوا اولیاء الهی میتونن انجام بدن، ابن تیمیه اشتباه کرد یا درست گفته؟ کجا گفتن تدبیر میکنند؟ بله، در مجموع فتاوا گفتن اولیاء الهی میتونن تدبیر العالم رو تو دستشون داشته باشن. کجاست این؟ متن عربیشون بخونید. مجموع، آره، بزنه تدبیر العالم تو مجموع فتاوا بگردید. نه، شما لا این چیز عربیش یه چیزی بخونید تا من بیارم. شما یک کلمه بگید که کلمه رو میگم تدبیر العالم. توی مجموع فتاوا میگید که ابن تیمیه گفته که 4 صفحه 379
تدبیر العالم و الجواب ان صالح البشر لهم مثل ذلك و اکثر من مجموع فتاوا. جواب ندادید تدریس کردید. نه من اتفاقا جوابتون دادم قبلا، هم چندین بار قبلم که شما گفتید که دعا کرد. بله اون قبلا شما تماس گرفتید، من براتون توضیح هم دادم، معذرت میخوام چون قبلا هم من براتون گفت، الان من سرچ کردم نیومد. خب صفحه لپتاپ هم داشته باشیم تا ببینن این دوست عزیزمون. نیا کنید من اینو نیا کنید، ببخشید اینجاست، معذرت، اینه تدبیر العالم، من اینو زدم تدبیر العالم، اینم مجموع فتاوا، تدبیر العالم مجموع فتاوا، اینم سرچش متنی که زدید من ببینم. ببینم بعد شما دارید با هم پخش میشه دیگه، نیا کنید این. تدبیر بنویسید بعد یه نیم فاصله ای بذارید هستش، بعد اون فاصله گذاشتیم ایناشه، این تدبیر العالم و این هم مجموع فتاوا. سخن ابن تیمیه را کامل درست بیارید ان شاء الله در خدمتتون هستم. شما سخن ابن تیمیه را درست بیارید بعد ان شاء الله تماس بگیرید بار دیگه. وقت تماس دیگه داشتیم قطع شد. نگاه کنید من قبلا در مورد این دوست عزیزمون که میگن بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامک الله ان شاء الله جناب استاد حسینی. دیگه ان شاء الله موقع دعا عادت شده. 70 سال این زبون عادت کرده. درست می‌فرمایید. کاملا صحیح می‌فرمایید. و دیگه کاش اشتباهاتمون جناب آقای حسینی فقط همینا باشه، کاش اشتباهات اینا باشه، خدا میامرزد از این حدود تجاوز نکنیم که وقت کبائر زمون سر بزنه. آمین آمین خدا رحمت کنه. منظر مبارکتون بگم که جناب استاد فرمودید که هیچ کسی را در صفات و در ذات قابل قیاس نیست، قابل تطبیق نیست با ذات احدیت، و خداوند در این قرآن اوصاف خودش رو میگه، من خلق میکنم، من رحمت دارم، به حضور شما عرض کنم که باران میبارم اینا. خب اگر چنانچه اینها صفاتی دا که حضرت رب العالمین میفرماید و برای ما این صفات ناشناخته بماند و ما نفهمیم اینا آخه چجوری هست، این برای چه حضرت رب العالمین اینا رو گفته است؟ و از طرفی اون قسمت رو میپذیریم که هیچ کسی با ذات احدیت در ذات و صفات قابل تطبیق نیست. آیا میتوان از این کلام، یعنی از این فرمول که فرمول قطعی است قابل قبول برای کافه مسلمانان و موحدین، آیا میتوان گفت که ذات رسولش هم با سایرین قابل قیاس نیست؟ صرف نظر از اون آیه‌ای که می‌فرماید که قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، این هیچ کسی از ما با پیامبر نمیشه ما خودمون رو تطبیق کنیم، بگم اینا مثل پیامبر است، پس اون از این طرف با نمیتونیم چیزی رو تطبیق کنیم، از اون طرف هم نمیشه. و این دو جمله دیگه هم بگم و سوالمو تموم کنم. من یه سوال، نه قبل از اینکه اونو مطرح کنید، مثلا چطوری ذات پیامبر مثل ذات ما نیست؟ یعنی آیا در اصل خلقت با ما فرق میکنه؟ قرآن کریم در سوره بقره آیه 253 میفرماد تلک الرسول فضل، بسم الله الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضل بعضهم الا بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایده به روح القدس. آخر آیه بعضی از انبیا بر بعضی برتری دارند و هیچ نبیی بر خاتم المرسلین برتری ندارد، هیچ نبیی. خب وقتی انبیا بر اون نمیتونن برتری داشته باشن چطوری؟ میفرمون که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول رسول مقام بالاتر از نبی داره، رسول فرستاده شده هست، یعنی که به سوی مردم فرستاده شده، یک ابلاغی داره، یک رسالاتی داره، رسالتی از سوی خدا داره بعد برسونه. خب
می‌فرمایند که پیامبر بالاخره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بالاخره یا ایها الرسول هست، نبی که هست، رسول هم هست، هر دو رو داره، هر دو صفت رو داره. خب اولوالعزم داریم ما، پیامبران اولوالعزم هم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین. خب اینها هم بر هم برتری دارن، ولی ما بحثمون در ذات، شما در من، این در صفات هست، در کمال مثلا، در بندگی است، در عبادت برای خدا، برای شناخت خدا. مثلا محمد مصطفی بندگی شناختش بیشتر بوده از باقی انبیا. بعد حضرت ابراهیم هست. خب این در صفات هست، اما در ذات، ما در ذات که همه مثل هم هستیم، صحبت از ذات هست. ما ذات ما انسان ها همه از یک چیز آفریده شدیم، همه ما بدین خاطر فرمان که انا بشر و مثلکم. اما میمونه که انسان ها متفاوت هستن کلن در بحث علم، در بحث عمل. این دوتا همه انسان ها، مؤمن کافر، انبیا و صالحین، شهدا، صدیقین، ابرار ما داریم، مقربین داریم، اصحاب الیمین داریم، همه متفاوت هستن بر اساس علمشون و عملشون. بله، حالا جناب استاد عزیز، با توجه به این که خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله سید الانبیاست و تاج سر همه انبیاست، اون مسئله را هم که فرموده از حضرت رب العالمین قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، اون را هم بگیم خب بگید منم بشری هستم مثل شما. اما خاتم الانبیا فقط یه جا کسی را مثل خودش گفته، فاطمهش را فرموده است فاطمه پاره ای از من است و رسول خدا تمام ذرات وجودش معصوم است. آیا به همین چیز، به همین نسبت می توانیم بگیم که چون پیامبر این تشبیه را کرده و تشبیهش هم مبالغه نبوده است، آیا حضرت فاطمه هم صلوات الله علیها شما پاره ای از تن پدر و مادرتون نیستید؟ بله؟ شما نمیتونیم بگیم که آقای رضایی پاره ای از تن پدرش و مادرش هست، درست این تعبیر یا نه؟ این تعبیر درسته. من میتونم بگم که من که نمیتونم، یا کسی دیگه بگه که ما پاره ای از تن پدر آقای رضایی هستیم. بله. اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که صحبت از حضرت فاطمه در این قضیه خاص کردن، فرمان که فاطمه تکی از گوشت من هست، پاره ای از تن من هست. ولی وقتی میبینیم که میفرمان که لقد جاءکم رسول من انفسکم، از خودتون، یعنی همون صفات خودتون داره، ذات خودتون، مثل خودتون هست. پس اونجا این نیست که دیگه فاطمه میشه این رسول الله، این که اعتقاد همون وحدت الوجودی هاست، اعتقاد کسانی که به نسخ ارواح اعتقاد دارن میشه. فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. رسول الله فرمودن که فاطمه اگه گناه کردی من نمیتونم برات کاری کنم، برای خودت هر کاری میخوای بکن، من روز قیامت کاری برات نیستم، نمیتونم تو را نجات بدم. صفیه عمه رسول الله به همین صورت. پس اینطوری اگه شما میگید که مثل رسول الله، یعنی فاطمه هم شده نبی، فاطمه هم رسول هست، فاطمه داره بهش وحی میشه، یعنی چیزای عجیب غریبی دنبالش میاد. بله، خب ببینید، اگر بخواد انسان بله در منطقیات کار کند درسته. اما حالا از شما سوال میکنم، اینی که فرمودید تو هم من آقای رضایی و شما یا آقای استاد حسینی، شما تکه ای پدرتون بگید پسرم تکه ای از من است، نور چشم من است، پاره تن منه، این با رسول الله نمیشه بگیم یکی، یعنی با رسول الله یا مبالغه کرده از اینجا یا حقیقتا گفته ها بما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر از مرکز وحی میگه. و در صحابه این آخرین جمله میگه استاد قطع میکنم جواب بدید، و در صحابه هم فقط علی ابن ابی طالب رو به هارون شبیه کرده است که هارون نبی است و مقام نبوت دارد. خب علی نبی هست؟ نه نیست. خب نیست، ولی خودش هم فرموده است در تکامل حدیث الا انه لا نبی بعدی، تو نبوت نداری اما تو مسئله هارون است.
و اگر این شایستگی نباشد در وجود او، چطور خود پیامبر ما حضرت علی را با یکی از انبیاء خدای رب العالمین از عرش به او سلام می کند و سلام علی موسی و هارون؟ این رو تطبیق کرد. هارون مقامش بالاتر هست؟ هارون مقامش بالاتر هست؟ یه دقیقه، هارون مقام بالاتری داره یا ابراهیم یا نوح؟ ابراهیم و نوح. خیلی خوب، پس در غزوه بدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تشبیه میکنه حضرت ابو عمر رو به حضرت نوح علیه السلام و تشبیه میکنه حضرت ابوبکر رو به سیدنا و نبینا ابراهیم علیه السلام. این حدیث استاد صحیح نیست؟ در نظر شما صحیح نیست، در نظر ما صحیح هست. نه، شما الان بررسی سندی بکنید. حدیث صحیح هست. حضرت رسالت پناه اگر حضرات ابوبکر و عمر رو تشبیه کرده باشد به نوح و به اون پیامبر فرمودم رفت، پیامبران معصومن و قرآن فرماد ان الشرك لظلم عظیم و قبر احدی پوشیده نیست که اینا اکثر عمرشون رو مشرک بودن. که مشرک باشد چه اشکال داره؟ بعد که توبه کرد مگه چی میشه؟ مشرک باشد. بعدن که الان داره تشبیه میکنه در این صفت که نوح علیه السلام دعا کردن گفتن که خدایا هیچ کافری را بر زمین رها مکن، همه را بکش. حضرت عمر رضی الله عنه هم رأیشون این بود که هر کسی که الان اینجا در این جنگ بدر به اسارت گرفته شد بعد گردنشون زد. حضرت ابراهیم علیه السلام دعای خیر میکنن، حضرت عیسی علیه السلام دعای خیر میکنن، میگه خدا این بنده تو هستن، اگه ببخشی عذابشون دی بندت هستن، اگه عذابشون بیدی بندشون هست بندت هستن، ببخشیم تو غفور رحیم هستی و من عصانی فانک غفور رحیم، دعای حضرت ابراهیم هست. خب حضرت ابوبکر هم در اینجا گفتن که یا رسول الله اینها بالاخره خیشاوندان هستن، میتونیم ازشون مالی بگیریم و منتی بر سرشون بذاریم و آزادشون کنیم. خب هر دو در اینجا در این صفت شبیه این پیامبر شدن. اونجا هم شما هارون علیه السلام به همین صورت. پس این نیست که ما بگیم که حالا چون اگه تشبیهش کرده خب تشبیه به یک شخصیت بزرگتری شدن اونها. بله. من استاد یک جمله رو بگم و تموم بش کنم که بقیه دوستانم برسن. بله. دیگه به آخر برنامه مدت. من برای توضیح مطالبم به دو حدیث که متفقین استناد فرمودم، شما به یه حدیث که از برای خودتون قابل قبوله باشه. ما شما قبول نداشته باشید، برای ما که اعتبار نیست که شما قبول نکنید. شما هر چیزی که بر اساس هوا و هوس خودتون باشه، معاطف خودت قول خودتون باشه قبول میکنید، نباشه قبول نمیکنید. این برای ما معتبر نیست، الهی نیست، نکنید. بعد ما چیزی که قرآن داریم، بله درسته، و چیزی هم که ما در قرآن داریم، قرآن چیزی دیگه میگه. آن چیزی که برداشتای شماست، یک برداشتای ما بعد بگم متاسفانه سقیم هست، بیمار هست، درست نیست، معوج هست، کج هست، خلاف توحید هست، خلاف هدف از بعثت انبیاست. خب حالا تشبیه کرده باشه به هارون علیه السلام، خب چی میشه؟ برای چی تشبیهش کرده؟ در چه قضیه بوده؟ خب مسئله نیست. در اونجا هم که وقتی که حضرت علی سبب ناراحتی حضرت فاطمه شد، خطاب به حضرت علی فرمودن دیگه، شما حدیث قبول دارید، اشکال نداره، بفرمایید. در این حدیثی که در صحیح بخاری مسلم هست شما میگید که هر دو گروه قبولش داریم، این هست که حضرت علی رضی الله عنه سبب ناراحتی حضرت فاطمه شد و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که هر کس فاطمه ناراحت کنه من ناراحت کرده. خطاب به علی است. نه خب شما چطوری یه قسمتی میایید افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض؟ نمیشه که شما یک حدیثی ببینید جناب استاد، بر فرض هم که بخوام صحه بداریم بر این حدیث آخر که حضرت علی حضرت فاطمه رو آزرد، اینا میگیم اینا زندگیشون دو زندگیه، یه زندگی است که زندگی آسمانی است و زندگی ملکوتی. همون اعتقادی که مسیحیت دارن، همین اعتقادی که مسیحیت دارن، میگن که حضرت عیسی دو زندگی داره، یک زندگی ناسوتی لاهوتی. شما هم همین اعتقاد دارید که حضرت علی رضی الله عنه یه زندگی ناسوتی داره لاهوتی. بفرمایید. زندگی
خدمت چشم بفرمایید. بله اینها وقتی میخوان برای امت الگو باشن آیا میتوانند یه بدرفتاری داشته باشن که مردم ببینند این رفتارها رو برای خودشون الگو قرار بدن؟ چه اشکالی دارد در صورتی که ما حدیث نزد ما صحیح نیست؟ بالاخره شما میگید که دو تا زندگی دارن، ما میگیم که این که تشبیه میکنید مثل اعتقاد نصاراست، یعنی همون اعتقاد الهی بودن میکنید، یعنی علی را خدا میدونید. علی نبی نیست، میگید که مثل هارون هست، هارون که نبی بود، علی که نبی نیست، پس تشبیه نمیشه کرد، فایده ای نداره در اینجا. استاد ما مثل نصارا نفس هم میکشیم، مثل نصارا راه هم میریم، اشکال نداره. تشبیه نیست. نه شما میگید که یه دو تا زندگی دارست، نه یه زندگی لاهوتی یه ناسوتی. من لاهوت ناسوت نگفتم. خب چی میخواد بگید؟ اینها این بیت محترم، اینها ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب پیامبر اسوه است، دخترش هم میتونه اسوه باشد و الگو باشد برای زندگی این فقری که بر اون زمان بر جامعه حاکم بوده است. باید یه جوری چیز کنند که خانوم ها توقعاتشون رو از شوهراشون کم کنند. آه یعنی پس حضرت فاطمه الگو نمیتونه بشه دیگه، توقع زیاد داشته. وقتی وقتی باشه. خب شما میگید که بعد اسوه باشه، شما وقتی که در روایت خودتون دارید وقتی که حضرت فاطمه میخواست به عقد حضرت علی در آوردن ناراحت شد، گفت که ابن ابی طالب مالی نداره، زنان قریش منو مسخره میکنند. بعد حضرت رسول فرمودن که این به دستور من نیست، دستور خداست. خب جناب استاد شما به تکامل را ببینید، مطلب از کجا؟ بس این اسمت نداره، بس اسمت نداره. اگه رسول خدا میفرماید اسمت نداره، پس الگو نمیتونه بشه بر اساس دید شما، بر اساس باور شما، پس حضرت فاطمه نمیتونه الگو بشه چون معصوم نیست. شما میگید خب چون تکامله، تو تکامل که دیگه آره تو توی اسمت که دیگه تکامل نیست، معصوم کامل هست، تکاملی نداره. مگر در ازدواجی که خداوند چیز مالش میکنه میتونه اختلاف، یعنی خدا اشتباه اختلاف انتخاب میکنه؟ پیامبر فرمود ازدواج شما امرش با خداست. خب بعد اینا کارهای پس حضرت فاطمه چرا اعتراض میکنه؟ پس اون معصوم نیست دیگه، نمیشه الگو بشه، معصوم نیست، الگو هم نیست دیگه، بر اساس اعتقاد خودتون دیگه، چون شما میگید کسی که معصوم نیست الگو نمیتونه بشه. حضرت فاطمه در اینجا چرا اعتراض میکنه؟ چرا ناراحت است که به عقد ابن ابی طالب در آوردش که بهش میگه نه دستور من نزد ما نیست، نزد شما هست، برید بخونید که این در نزد شما هست. سندش بیار ببینید سندش صحیح هست. چون الان بله وقت کاملا تموم شد، من هفته بعد انشالله یک شنبه همین اعتراض دوست قبلیمون آقا کاوه بود که بود در مورد اعتقادی که میگه که ابن تیمیه داره، من گفتم قبلا هم نشون دادیم که ابن تیمیه وقتی میگه که احیای موتای که بوده دعا کرده طرف زنده شده، اینو نشونت میدیم، اینو بخونید. و همچنین این روایتی که الان در این مورد برای شما گفتم انشالله این هم براتون خواهم آورد، بر شما هم خودتون برید بخونید. حتما یک شنبه هفته آینده، بعد یک شنبه انشالله، با امید الله. و دوستمون کاوه هم شما هم در انتظار باشید یک شنبه. به همه آمین آمین آمین. فی امان الله. خواهش میکنم، خداحافظ شما، فی امان الله. وقت برنامه کاملا تموم شد. خب تا هفته بعد یک شنبه به حول الله و قوته عمری باشد، خدا توفیق بدهند، در کنار هم دیگه خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.